برنامه جهان رسانه امروز را با نگاهی به مهمترین عناوین روزنامه‌ها آغاز می‌کنیم. از تباهل جدید، ابوریشه، نبرد نیروهای بیداری با تروریست ادامه دارد. الحیات، بمباران هوایی حومی دمشق و شعله ور شدن نبرد در رأس العین. البیان، رژیم اسد شهر داریا را با بمب خوشه‌ای هدف قرار داد. نیویورک تایمز، گروگان‌ها در اوج نبرد برای پایان دادن به یک گروگانگیری خونین کشته شدند. الحیات، کابوس گروگانگیری با اعدام آنها و کشته شدن گروگانگیرها به پایان رسید. عرب نیوز، گروگانگیری در الجزایر با خونریزی به پایان رسید. البیان، رئیس جمهور یمن و پادشاه بحرین موضوع دخالت‌های رژیم ایران و جدایی جنوب یمن را مورد بحث قرار دادند. حرف روز رسانه‌ها. گسترش بحران عراق علیه مالکی در صفحات اول روزنامه‌های محلی و منطقه‌ای. از تباهل جدید، ابوریشه، نبرد نیروهای بیداری با تروریسم ادامه دارد. این روزنامه عراقی با اشاره به سخنان ابوریشه، رئیس کنگره بیداری عراق نوشته است: علاوه بر سهل‌انگاری دولت مالکی در جنگ با تروریسم، این دولت شبه نظامیان و نیروهای امنیتی را با هم ادغام کرده، در حالی که همین نیروهای شبه نظامی در کشتار مردم بیگناه عراق دست دارند. از تباهل جدید، اشاعه فضایی از گشایش توسط کمیته پنج جانبه و آماده سازی برای نشست ملی. این روزنامه چاپ بغداد می نویسد: در بیانیه‌ای که از سوی سال مطلق نایب نخست وزیر عراق منتشر شد، این کمیته اولین نشست خود را با مشارکت سران جریان‌های سیاسی برای تحقق خواست اصلی تظاهر کنندگان برگزار کرد. بخشی از این خواست‌ها عبارت است از تصحیح یا لغو قانون حسابرسی و عدالت و بند چهارم قانون مبارزه با تروریسم. ادامه بمباران مردم سوریه با بمب‌های خوشه‌ای برگ دیگری از جنایات هولناک دیکتاتور سوریه در صفحات اول روزنامه‌های منطقه‌ای. الحیات، بمباران هوایی حومه دمشق و شعله ور شدن نبرد در رأس العین. الحیات به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشته است: نیروهای رژیم اسد با شدت حملات هوایی و توپخانه‌ای خود در مناطق مختلف دمشق و حومه آن افسودند. البیان، رژیم اسد شهر داریا را با بمب خوشه‌ای هدف قرار داد. البیان نوشته است: بر اثر هدف قرار دادن این شهر که در نزدیکی دمشق قرار دارد، بیش از 33 نفر کشته شدند که بیشتر آنها زن و کودک بودند. ساندی زمان، اخوان المسلمین سوریه متحد به برقراری صلح و ثبات در این کشور شد. پایان بحران گروگانگیری با کشته شدن 23 گروگان و 32 گروگانگیر و ادامه عملیات نظامی فرانسه در کشور مالی در صفحات اول روزنامه‌های جهان. نیویورک تایمز، گروگان‌ها در اوج نبرد برای پایان دادن به یک گروگانگیری خونین کشته شدند. مقامات گفتند در جریان 4 روز گروگانگیری 32 شبه نظامی افراطی و 23 گروگان کشته شدند. ایندیپندنت، عملیات فعلا خاتمه یافته است. فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، از نیروهای ویژه الجزایری به خاطر پایان دادن به بحران گروگانگیری تقدیر کرد. ساندی تلگراف، بریتانیایی ها در صحرا قتل عام شدند. تهاجم نهایی برای خاتمه دادن بحران گروگانگیری با خونریزی به اتمام رسید. شبه نظامیان افراطی 7 گروگان را در یک اقدام تلافی جویانه کشتند. نخست وزیری انگلستان میگوید 6 انگلیسی کشته شدند. البیان، پایان خونین بحران گروگانگیری در الجزایر. البیان نوشته است کشورهای آفریقایی و فرانسه 10,000 سرباز در مالی مستقر کردند. از شرق الاوسط، جنگ در کشور مالی اختلاف بین پنتاگون و کاخ سفید را برافروخت. از شرق الاوسط در زیر تیتر خود نوشته است:
الجزایر خاتمه یافتن گروگانگیری را اعلام کرد و پنتاگون می گوید باید با الگوی افغانستان وارد مسئله مالی شوید، در حالی که کاخ سفید نسبت به درگیر شدن در آن خیشتندار است. الحیات کابوس گروگانگیری با اعدام آنها و کشته شدن گروگانگیرها به پایان رسید. الحیات چاپ لندن نوشته است با کشته شدن 7 گروگان غربی و 11 بنیادگرای افراطی گروگانگیری به پایان رسید. عرب نیوز گروگانگیری در الجزایر با خونریزی به پایان رسید. 11 شبه نظامی افراطی قبل از اینکه به دست نیروهای الجزایری کشته شوند 7 گروگان دیگر را اعدام کردند. الحیات اولان تا بیرون راندن تروریست در مالی خواهیم ماند. این روزنامه نوشته است به منظور آماده سازی برای نبردی سخت و طولانی نیروی کمکی زیادی وارد فرودگاه باماکو شد. تاکس اشپیگل رئیس مجلس آلمان ما باید در کشور مالی نقش فعالتری داشته باشیم. نوربرت لامرت رئیس مجلس آلمان خواستار رساندن کمک‌های بیشتری به ارتش فرانسه در مالی شد. تشدید انزوای منطقه‌ای رژیم ایران و آغاز دور دوم ریاست جمهوری اوباما در صفحات اول روزنامه‌های جهان. البیان رئیس جمهور یمن و پادشاه بحرین موضوع دخالت‌های رژیم ایران و جدایی جنوب یمن را مورد بحث قرار دادند. این روزنامه چاپ دبی نوشته است رئیس جمهور یمن و پادشاه بحرین درباره دخالت‌های رژیم ایران در کشورشان و هماهنگی برای مقابله با این رژیم و آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. نیویورک تایمز تغییر در راه است. پس از 4 سال دوستان تغییری در روش اوباما می‌بینند. پایان بخش جهان رسانه امروز به انعکاس یک خبر در مورد گسترش ارتباطات ماهواره‌ای اختصاص یافته است. عرب نیوز یک قرارداد 400 میلیون دلاری برای پرتاب ماهواره‌های نسل ششم. این قرارداد که توسط شبکه ماهواره عربسد امضا شده، یک ماهواره جدید به نام بدر 7 است که در همون مدار 26 درجه شرقی مخصوص عربسد قرار می‌گیرد و توانمندی فوق‌العاده زیادی برای پخش برنامه‌های تلویزیونی دارد.